روز خبری دادگاه انقلاب تهران، پرونده متهمی با چند عنوان اتهامی و کیفرخواستی 138 صفحه‌ای بعد از 21 ماه به دادگاه باز شد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران امروز روز شلوغی داشت. از سرگیری محاکمه میمهه خبرنگاران بسیاری را به پشت درهای بسته شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی کشانده بود. جلسه صبح و عصر به تشخیص قاضی مقیسه غیرعلنی شروع شد. هنگام ورود متهم به جلسه دادگاه، یه برادر و فه خواهر متهم همراه او بودند. به علت طولانی بودن کیفرخواست، جلسه عصر نیز به ادامه قرائت اتهامات اختصاص یافت. گفته می شود کیفرخواست حاوی چندین عنوان اتهام و بیش از 100 صفحه است. یه برادر متهم هنگام ورود به دادگاه گفت اتهامات وی سیاسی است. فه خواهر متهم نیز در جمع خبرنگاران گفت من دلیل نداره صحبت کنم. نه ببینید، من اصلا نباید صحبت بکنم چون موضوع پرونده من نیستم که. برخی حاضران در جلسه امروز دادگاه بدون اشاره به جزئیات به خبرنگاران گفتند کیفرخواست بر مبنای اتهامات اقتصادی و امنیتی استوار است. در پایان جلسه عصر هوشنگ پوربابایی، یکی از سه وکیل متهم میمهه که در جلسه دادگاه حضور داشت، به خبرنگاران گفت ادامه قرائت کیفرخواست فردا 8 صبح.